خب خانم نجفی اومدن گفتن که ما توی ویب میخوایم بیایم جستجو بکنیم، توی دیتابیس چجوری میتونیم جستجو بکنیم. خب به طور مثال من الان فعلا این رو یه کنترل هیتر میزنم، 5 تا 6 تا دیتا دارم. میخوام آقا دیتا هایی که شروع میشن مثلا با مقدار هلو ورلد مثلا دو تا داریم، جستجوی دیگه مثلا یا ایمیجشون با تست وان شروع میشه رو خروجی به من برگرده، یه دیتایی رو بخوام سرچ کنم توی دیتا ها ببینم اونایی که دارن برگرده ویر نمیخوام بزنیم مثلا ویر برگرده یه پابلش بزنیم و یکی آره با هر برگرده یکی هست، نه میخوام برم ببینم تو این فیچرهایی که اینجا دارم اگر این مقدار وجود داشته باشه دیتا رو برگرده. خب نگاه کنید از لایک باید استفاده کنید، اینجا خودش داره میگه، میگه سلکت مثلا فیلد بار فیلد تو، یا میتونید فیلد ها رو مشخص بکنید یا همون استار بذارید اون دیگه حالا مشخصه اون سخت نیست. داره میگه ور جایی که فیلد یک، مثلا من برمیگردم میگم فیلد یک، یا ور جایی که مثلا من تایتلم لایک مقدار شروع بشه مثلا میگه کاندیشنی که میخواید قرار بدی، نگاه کنید درصد، اگر درصد بیاد اول یک مقدار قرار بگیره در اونجا توضیح داده مثلا ببینم حالا شما رو گفته اگر مقدار رو درصد بیاد اول یک دیتا قرار بگیره، یعنی میگه مقداری که چی هستش، اینجا خودش داره میگه، داره میگه توتالیال آلتر لایک درصد جی، درصد اگر بیاد ابتدای استرینگ قرار بگیره یعنی انتهای یک مقداری مثلا جای نمیاره هر چی هستش بفرمایید. من میام اینجا برمیگردم میگم که تایتلم با مقدار هلو شروع بشه، خب میام سینگل کوتیشن بزنید و درصد رو میذارم انتهاش. خب دارم میگم که سلکت استار کن، برو پیدا کن تمام فیچرهای در مکالمه های از یه پست رو جایی که تایتلش در واقع شبیه باشه این مقدار هلو، برو ببین که مقدار هلو این تایتل وجود داره، اگه وجود داره رکورداشو برگرد، شروع میشه با هلو، درصد وقت انتها میذاری یعنی که هلو چی میشه شروع میشه. اینجا یه کنترل میتر میذارم دو تا داریم، یعنی تایتل دو تا مقدار داریم که با مقدار هلو داره شروع میشه، یا میتونید برگردید بگید اور مثلا ایمیج لایک مقدارش مثلا بیاد و خواستی بیاد بیده من همه شم دابل عادت بکنم دابل داریم میاد اینجا بینیمسی پی انجی انتهاش پی ان جیه. خب من میام اینجا مثلا هلو رو میذارم هلو تست، خب میره توی تایتل دنبال مقدار میگرده که اولش من هلو تست شده باشه، خب طبیعتا هیچی پیدا نمیکنه، میره سراغ اون یکی بزنیم ببین مقدار فرست در مقدار مقدار پی ان جی که اینجا داره میبینید جا داره برمیگرده، خب یعنی اولا از این خروجی برمیگرده، اگه من میام اینو حذفش بکنم فوراً هم اینجا بردارم بزنم ببینید یعنی مقدار اینجا بند کرد، پس میتونیم از دستور لایک استفاده بکنیم، حالا اند میتونید اینجا بزنید اور میتونید بزنید کاری نداره، این انتها یعنی مقدارش انتهاش پی ان جیه، این ابتداش پی ان جیه، طبیعتا بزنید چی بر نمیگرده ایمیش که اصلا مقدارش ابتداش نشته، اگر بیاید بین دو تا درصد بذارید یعنی اینکه برو توی ایمیج بچرخ ببین اگر این مقدار رو توی اون مقدارش داشته باشه دیتاش داشته باشه برگرد، مثلا نگاه کنید توی این دیتا که اینجا شما دارید می‌بینید مقدار پی ان جی وجود داره، پس بعد این رکورد 7 رو برگرد، این رکورد 8 رو برگرد، یا اینجا مثلا من برگردم میگم تایتل، خب حالا واسه اینکه پروژه بتونید من خودم اینو عرض کنم مثلا برمیگردم میگم توی تایتل برو بچرخ ببین علامت تعجب هست، علامت تعجب توی تایتل کدوم داره مثلا مقدار 7 و 8 دارن که علامت تعجب دارن، بقیه کدوم ندارن مثلا بیایم اینجا اینم یه تر بشه علامت تعجب خب علامت تعجب بدیم اینجا ثابت کنیم و
یه کنترل فیلتر میزنیم ببین الان سه تا دیتا برگشت. چرا؟ تو برگشت هم گفتم که برو توی لایک ببین ابتدا انتهاش درصد گذاشتم، یعنی که میگم برو توی تایتل توی دیتاش بچرخ ببین مقدار علامت تعجب داشت به من دیتا مربوطش رو برگردون. خب سه تا رکورد رو دید که توی تایتل مقدار علامت تعجب داره، من رو هم برگردون. حالا نجا بکنم اوکی شد میگه فهمید به چه صورت من فیلم رو هم قطع بکنم.